عزیز خوش اومدید بکنم. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. من از کار بیرون. خدا لعنتت کنه. این کافی میتونی بذاری نه؟ کافی اونم گذاشته واسه فروش. درود بر شما دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من. از این لحظه ولاگ تولد این جالب شروع میشه. مهمون داریم، چه مهمونایی. بابای بچه‌ام داره زعفران میشه. یه کافی من میخوام. چی؟ کافی. چی خوبه؟ ماکیاتو. دست درد نکنه. الان میخوام اول یه چند تا فینگر فودامو آماده کنم و غذاهایی که میشه از روز قبل آماده کرد آماده کنم که فردا کار کمتر داشته باشم. ببینیم چه چیزهایی برای آماده کردن. خب یه کافی میخوای به ما بدی؟ ببین فردا تو ببین نگاه کن، من این طرف خانم بگلم. خب من میخوام یه رول چیز درست کنم، ژامبون، به این صورت که کانسر گرامی رو در پس زمینه میبینید همیشه در حال آماده سازی. یه دونه دیگه پنیر داشتیم، یه دونه نون تورتیلا بر میداریم. البته همه شو باید بردیم، بعد از وسط به دو نیم تقسیم کرده. خب این خیلی نویز داریم. ببخشید چیکار می‌کنیم؟ این در سیودو نداریم، دارم در سیودو داریم. شما می‌چونید در پس زمینه یه آموزش دیگه؟ آموزش در قابلمه، ساخت در قابلمه با فویلیه. نه دست من تمیز نیست، دست ممکنه تمیز نباشه. یه دونه از اینا برمی‌داریم. این خیلی پنیرش زیاده، بنابراین نیستش. به مهمونا کافی نمیخورن؟ مهمون های عزیز کمک نمی کنن، کافی هم نمیخورن؟ چرا این نونش اینقدر نرم نیست؟ من فکر میکنم این پنیرش خیلی بزرگه. یعنی چه بزرگه؟ میخوای چیکار کنی؟ هم لاغرتر باشه پنیرش. منظورت نازکتره؟ آره. از این یکی پنیرها داشتیم؟ نداری؟ این کافیه شما. از این پنیرها هم دارم. میدا خوب متشکرم. یالا خوبه؟ بذار ببینم چه جوری در میاد دیگه. بسته بیره. میدونی میخواستم اینش هم بسته باشه. چیش بسته باشه؟ اینجا خیس کن اونو. دیدی میفهمی؟ آره. اسپراب داری؟ نه. خیسشون کنم آقا، یکی خیس کنم ببینی؟ آره یکی خیس کن ببینم چه جوری میشه. این مونه مونده توی یخچال یکی دو روزه، برای همین یه ذره یه حالتی بلکه سفت شده باشه، ولی این انعطافی که همیشه داشت رو باش درست میکردم از دست داده. فکر کنم یه ذره بیرون بمونه گرمشه بهتره. بنابراین این تست بزنیم، این تست هم با این بزنیم و قدر گله روی شما. خب این درست شد. خب به نظرم آب بزنی بد نیست، ولی بذاریم یه ذره اینا نه آب بزن هست. این به این صورت میره توی ساندویچ ساز، میتونید روغن اسپری کنید، اینو بذارید، میتونید توی مایتاب هم سرخ کنید. رومیز بچه ها لوازه داره. خدا رو سفرش بده من. خیلی ممنون، شوستون شوانه سرخنه. برو به رفیقت برس که اینقدر نویز ایجاد نکنه. آره دیگه بیا پایین، باید بیا پایین تو کات باشی. بیا پایین. سلام عمو یاشا رو داریم در تصویر. میخوای دستمال به پیش رو گردنه یاشا، به جای اینکه این همه شیطونی کنی بیا یه ذره کمک کن، یه کار مفید انجام بده. کار چی ها؟ کمک نمیتونی بکنی؟ چرا؟ دستات تمیزه؟ به کجا هم مالیدی؟ نمیتونم بگم. من شما رو به قسمت ارشان شعر میتونی بخونی؟ تو شعر بود یا شعر رو بود؟ او چیه؟ کافی. ماکیاتو. اینا این ماکیاتو شما چی خوردی؟ ما ماکیاتو خوردی؟ آره دیگه ما یه روز ماکیاتو نخورم، شکیاتو ماکیاتو نمیشه.
جندت خوبه. خدا. بخوام خاطر وای یاشا. اونجا هم تو یعنی هیچ جایی سالمی در برمن باقی نگذاشت. هیچ هفته ای تو برمن. کافی فروش سالم چی؟ همونجا که رفتی کل چیزو کافی ریخته بودی کل کافرو. بابا رفته بودی به کاغای. چرا دوستمونه؟ اومده کمک کنه بیکار حوصله‌اش سر رفته. باشه بیا ببین اون نشسته با گوشتای خود برمیاد ازش معرفت میچکه. برو گوندره با گوشتا میگه فرمیچکه اون سری. من این رولو همینطوری درست کردم بعد فکرم هیچکی حالا خیلی طرفدار نداره ولی فهمیدی که طرفدار داره؟ فهمیدم که خیلی طرفدار داره. یعنی من خودم به دارم نخوردم ازش ولی شنیدم که خیلی خوشمزه. اون سری محکی خیلی خوب بود. یه سری تولدش این بود منطقه از این چیزا فینگر فودا درست کرده بود را همه چیده بود. بعد دیگه گفتیم عکس و اینا رو بگیریم بعد دیگه شروع کنیم به خوردن. مهدی خیلی گرسنه بود. مثلا همه میگفتیم که مراقب بچه ها باشیم یا اصلا خودشون هم مراقب بودن که بچه ها مثلا داره دکور رو خراب نکنن. داشت عکس میگرفت. آقا ما داشتیم عکس میگرفتیم و اینا یا ساغر خود زن مهدی زنش ناشتا یه مهدی او چه دسته یا جا یه دونه مهدشه بود نمیره از این دیگه دیگه برشون پشتش قایب کرده بود یاوشکی بود یه تکیه داده بود به دیوار منتظر فرصت بود سریع گاز بزن. عالی بود ببین آقا ساغر خندید. بعد ما همه نگاه کردیم این پوت دستش بود اینقدر با خندیدیم چون اینو فرو بعد تا گفت کلن همه هم توی یه زاویه بودن که بهش بعد همه ایش که انتظار نداشت که مهدی هم چی کنی کنه. همه فکر کنم مهدی مراقب بچه هاست. نگو مهدی اون داخلش یه دوزده فیمرفون داره دست ما دیگه بوی ساعت راشتون کنی؟ آها دستش درد نکنه. ببین اینجور رفیق با معرفتیه اون وقت فقط زنش تحویلش نمیگیره. ببین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده اتفاقا بیشتر هم تو مهمونی اینا خورده میشه. چیا اصلا همش هم اینا داری تو صابون نزن که الان چیز دیگه غیر از اینا هست. کلا از همین آتش قالا زیاده. گفتن یک کله پاچه بذار. یاشا دوست داره سیرابی 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 مشتی حسین بله اومد یعنی کمک کن الان چه وقت اون کاراه. نه این رو بکنم خب با یه کافی میزنی. خب من اینا رو آماده کردم الان میذارم توی ظرف میذارم جای خونه که فردا فقط سرخشون کنم. این قسمت تموم شد بیاییم سراغ قسمت بعدی. دوستم رفیقمون هستم. سلام علیکم هستم. میره روی بالکن. یاشا کجا میری؟ شور خیار اون تخته هست اگه رو تخته چیز میکنی و برو بشین رو میز. ببین من کی بودم؟ برو رو میز دیگه من اینجا کار دارم. لگینی خورت لگینی یعنی اینجوری؟ لگینی یعنی چی گرده؟ یعنی کوچولو کوچولو یعنی یه دونه اینجوری کن یه دونه اینجوری کن تو چاقو هم بده پس چاقو اونجا هست دیگه. یه ظرف هم بده بریزم لطفا مد نظرته. ببین تو این بریز چون میخوام تو این همه شو بزنم؟ نه همه شو نه. در این فاصله من پاستا ها رو میذارم بجوشه. تو این فاصله تا آب جوش بیاد و پاستا ها رو بریزیم توش ژامبونا رو خورد میکنم. اون چی میگه پسر تو؟ درگیره.
حالا کم کم دیگه با دشمن فرضی داره میجنگه. از دشمن فرضی شکست هم میخوره. این ظرف بزرگ میخوام درست کنم. اینا رو میریزم. بعد خیارشورم. خیارشور زحمتشو میکشه. خوب میکنه. میریزی توش. بله. بزنم یا جعفری؟ به نظرم جعفری خوشمزه تر میشه. چیزایی که من تو سالاد پاستام میریزم ایناست، ولی نمیدونم بقیه چی میریزم. من ذرت میریزم، جامبون میریزم، نخود فرنگی. صدای پس زمینه، صدای کیاشایی که از تو اتاق میاد، داره بچه هم بر خودش آواز. گفتم دیگه داداش خیارشو رو برای من درست کن تا من بقیهش رو به عرض شما برسیم. چی بریزم؟ شبان سبزه. تو کار تو بس بخون بده. آره تو خانمانی خوب توجه کنین. این بازیکن به جنگ خیارشورا رفته. چاقو رو خیلی تیز بشه. میدونیم فوتو میبازیم. ببین توقع رو بردی بالا یا شا بیچاره شدی. ندید اونی چی ندید. خانمانی عزیز توجه نکنید به صدایی که از اون برانیم. نکته ای نداری سرش پس؟ دستاتون همیشه بشوید. شف پوریلیل دستاتون رو بشوید. تمیز مرتب این بازیکن داره خیارشورا رو ریز خورد میکنه. تا یاشا داره خیارشورا رو خورد میکنه، من از این بر که از این فینگر فودای خمیری رو درست میکنم که الان میخوام درست کنم. اولا تو شورت ویدیو ویدیوشو گذاشته بودم. از این خمیر پیتزاها من از آلدی میگیرم. خمیر پیتزای آلدی طعمش از همه خمیر پیتزای فروشگاه دیگه بهتره، برای همین من همیشه از آلدی میخرم، چون همه رو امتحان کردم. خمیر رو باز نموده. این سس پستو باریلا اینم طعمش از اونای دیگه خیلی بهتره. سس پستو رو میتونید خونگی هم درست کنید، ولی من الان چون وقت نداشتم دیگه آماده گرفتم. میزنیم بوی خمیرمون. چه بوی، به به. چرا تو کار من دخالت میکنی؟ مگه من تو کار تو دخالت میکنم؟ اشتباه انجام نه اشتباه انجام نمیدم. این موهار من فکر میکنم تو آسیاب سفید کردم. دقیقا کلوم آسیاب همون که پردازه بکنم. راست میگفت با خاشو بهتر. چی میگی تو آخه؟ چی آخه؟ امتحان کنم دلت نشکنه. یاشا چیکار داری میکنی؟ صدا نمیاد. ببینیم پس خمیر رو باز کردیم، سس رو زدیم روش، یه خمیر دیگه. جدی میفرمایی؟ تو رو خدا استاد فرمودن اگر خیارشورتون رو ریز خرد کنید آب میندازید. تو رو خدا راست میگی؟ منو مسخره میکنه. این همه من از تو تعریف کردم. نه با وقت رو دلیم جدی میفرمایی؟ نوری کشیم روش. مامور تجسس اومده. بعد غذای دو عالم یاشا. خب اینم من نخود فرنگی و خیارشو رو ژامبون رو قاطی کردم و خیارشو رو هم که زحمتشو کشیدن ایشون. خیارشوش خیلی حرفه‌ایه. بیکن هم بهش اضافه میکنم، قارچ هم بهش اضافه میکنم، دیگه نمک و فلفل سسش هم میزنم. اینو میذارم بمونه که مثل سالاد اولویه قشنگ سسش بره به خوردش. در این برهه از زمان دو عدد فلفل دلمه ای گوجه خرد میکنیم میریزیم تو سالاد. خب حالا چیز بعدی که میخوام درست کنم این مافیناست با تون ماهی و سبزیجات و سس مایونز و اینا. یه مایه درست میکنم، توی این مافینا میکنم.
اینا خودش پخته شده است، نیازی به فر و اینا هم نداره. خیلی چیز خوشمزه میشه و خیلی سو خوشگلی میشه. ایشون یک پدر بی‌مسئولیت است. چون داره کلیپ نگاه میکنه، بچهش خوابه، شبم نخوابیده. سود قضاوت نکنید این مردم. من همسرم کمرش درد میکنم چون خیلی دوست دارم. اون دارم کلیپ نگاه میکنم چجوری کمر شما سود جدم دردش خوب شد. باید پیشگیری میکردی، بچه رو ازش میگرفتی. عجب، ببین. اون مثل مهدی پوران آره کمر اون گرفته این بیرو ماساژ گرفته ابله مدام میگه ماساژ ایران ببین چی یه چیزی بگو ام سر هم دیدنی بگا آبا هم به هم دیدن دیدن یا مردم رو باد میکنه داده همه باد میکنه دیده هم لیدن زشون بس خیلی ممنونم، مرسی که توضیح دادی، آفرین. همونطور که لیانا جون توضیح داد، عموش داره باد کننده رو باد میکنه. آره چیکار میکنه عمو لیلی؟ عمو خب بندش چقدر؟ نه بایسه 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 ببر اونجا بذار، بنده ها ویزونش مشخص رو چقدر میشه. میز من تقریبا آماده است، فقط مونده کوکتلا درست بشه. اون برم فینگر فودام آماده است. بابای بچه هم خواهد بادکنک بچسبونه. خب این اینجا باشه تا اینجا خوبه دیگه. آره نمیشه بادکنک رو سرشون اونقدر دراز نباشه، گردتر باشه. چرا فکر کنم بشه. خب من دیگه آماده شدم، غذاها هم آماده است، میزم هم آماده است، فقط هرچی من این موها رو صاف بکنم دوباره فر میشه. چی آقه؟ خب من کوکتلا رو آماده میکنم که خب لیموی سبز چند شده گفتون دو؟ خب یه مقدار بلوبری و توت فرنگی ریختم. و لیمو میریزم. دیدی فهمید؟ نعنا میریزیم. دو تا درست میکنم، یه دونه برای بچه ها، یه دونه هم برای خودم. باز کنم چرا یخ زدی؟ از این آب میوه بلوبری و رازبری و کرنبری و دیگه چی داره توش؟ یوهناز بیغن. چی میشه فارسی یوهناز بیغن؟ نمیدونی؟ فارسی کلی کلی کم؟ نمیدونم والا، فکر کنم نداریم همچین چیز توی ایران. یوهناز بیغن اون ریزا قرمزا همشک ریز قرمز؟ نه تمشک نیست اون همشک؟ سپرایت میریزم و زکت. یاشا یه دونه زکت از اون بالا میدیم لطفا. بالا بالا آره خواست نمی کنم بزر برم فرفیر رو باشم تکونه یا آفرین. خب بعد من اینو میذارم اونجا. بقیهش هم زکت میریزم یا شراب گازدار. بعد دیگه حالا هر کس اگه خواست بیشتر از این الکل بخوره جدا میتونه اضافه کنه، چون بعضی ها کم میخوان، بعضی از مهمونامون کم خورن.
الکل کم میخورم. یه دونه هم چیز درست کنم دیگه بدون الکل برای بچه ها. یه دیگه میذاریم تماش با هم آتیشه و بفرمایید. من گفتم چه زیبا شدی شما. مرسی. خب حالا میخوام یه دونه هم بدونه. منو زیباتر از تو نیستم احساس شد کنیم که حواس نکنم از اون یکی بخورم. آب هندونه امو چرا دخترم رو اذیت میکنی؟ امو آریه موهاشو پرت و پلا چرا میکنی؟ امو زش شدی حتما زش شده بودی خب ببینمه خیلی زش چپ سبیلو Thank you.
ما رو فوت کن به صد سال زنده باشی. خب بشمارید دان نو هشت هفت شیر.